امارات اسلامی در حال نهایی سازی دستورالعمل کار زنان در سازمان ها و نهادهای خارجی. هرچند تا کنون این مسئله از سوی امارات اسلامی رد و یا تایید نشده است، اما رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که امارات اسلامی در حال کار روی نهایی سازی این دستورالعمل است. یان انگلند که اخیراً به افغانستان سفر کرده و با شماری از مقام‌های ارشد امارات اسلامی دیدارهای داشته، با اسوسییتد پرس گفته است این اطمینان داد که زنان با نهایی شدن این دستورالعمل کار با سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان را در افغانستان اثر خواهند گرفت، از سوی حکومت سرپرست دریافت کرده است. هر توافقی که در کندهار به دست بیاید می تواند تأثیر ملی داشته باشد. دستورالعمل کار زنان نیز نزدیک به نهایی شدن است. این چیزی است که به من ابلاغ شده است، اما جدول زمانی در این خصوص ارائه نشده است و نیز جزئیات بیشتر در این زمینه وجود ندارد. اما احتمالاً این دستورالعمل کدهای لباس، تفکیک جنسیتی در محل کار و یک همراه برای سفر را در بر می گیرد. با این حال رئیس شورای پناهندگان نروژ هشدار می‌دهد که شورای پناهندگان نروژ در صورت عدم بازگشت زنان و دختران به کار و تحصیل 40% از بودجه خود را برای افغانستان از دست خواهد داد. به افغانستان پشت نکنید. در حالی که کشورهای عضو ناتو و آمریکا میلیاردها دلار را در جنگ اوکراین به مصرف می‌رسانند و میلیاردها دلار دیگر هم به این کشور تعهد می شود، نیاز است تا به جمعیت محروم و نیازمند افغانستان نیز کمک صورت بگیرد. به طالبان هم می گویم که تغییر در رفتار و پالیسیشان می تواند منجر به سرازیر شدن میلیاردها دلار پول به افغانستان شود. آگاهان به این باورند که اگر کار مشترک با جامعه جهانی به منافع ملی صدمه نمی زند، باید ادامه یابد و این همکاری ها تقویت بیشتر شوند. اغه څه چې موږ تاسو ملي ګټو ته ستونزې نه رسوي، د بینالمللي ټولنې سره یو ځای کار کول او مشترکه ژبه را پیدا کول د یو نیک اقدام دی. دا باید په شوار ونه ګرځي، مګرم دا باید په عمل کې خدمات د رښتیا باید وړاندې شي او میکانیزم باندې باید کار وشي. شورای پناهندگان نروژ همچنان 220 نفر از 1500 نیروی کار خود را اخراج کرده و 5 دفترش را تعطیل کرده است.